سلام حالتون چطور حالتون عالی عالی باشه اگه دوست دارید یاد بگیرید یه همچین جلوه و ترانزیشنی رو بسازید حتما این آموزش رو ببینید چون میخوام خیلی بیسیک و کاملا تخصصی بهتون یاد بدم تا خیلی راحت بتونید درست کنید ببینید درست کردن یه همچین ترانزیشنی مدل های مختلف داره که ما از تصویر بعدی که میخواد بیاد یه بخشیشو میاریم و بعد کامل میشه ما از این ترانزیشن خب زیاد شاید دیده باشیم توی تیزرهای مختلف حالا اینو میخوام بهتون بگم که چجوری باید درست کنید ما اینجا دو تا شات داریم تصویر اول و تصویر دوم توی این حرکت شما به نرفسار فوتوشاپ هم نیاز دارید یعنی جدا از اینکه توی پریمیر خوب ترنش داره میسازی تو فتوشاپ هم یه سری میزنیم خب ما اینجا تو پریمیر شات دوم و از جایی که شروع میشه خب معمولا این ترانزیشن خب برای وقتیه که اصلا قبلش ویدیو رو لایک کردید سابسکرایب کردی کانال رو اون پایین سابسکرایب کنید لایک کنید تموم شد ویدیوی کامنت بذارید واسم اگه براتون مفید بود و جذاب بود لایک کنید دیگه خب اینجا واسه جاهای استفاده میشه که یه مثلا یه سوژه ای تو کارت باشه یا یه چیزی مثلا ماشینی باشه یه چیزی باشه از تصویر بعدی که بتونیم اونو ببریم زودتر نشونش بدیم خب اینجا مثلا الان تصویر یه ورزشکاری که داره میزنه من همینجا که شروع میشه وای میستم این گزینه EXPORT فریم رو میزنم اگه ندارید از اینجا به اضافه اینجا بکشید درگ کنید این پایین خب این اکسپورت فریم عکس میگیره دیگه در واقع عکس میگیرم با فرمت PNG دقت کنید فرمت PNG و به روز میتونید بزنید که کجا ذخیره بشه اونا چیزش مهم نیست ایمپورت این تو هم تیکش رو فعال کنید که بیاد توی پروژتون اوکی کنید اینجا این گوشه میاد اینو بکشید بیارید اینجا خب من نکات کات میکنم از اینجا که شروع میشه می‌بینید. از اینجا شروع میشه و تصویر در واقع این کلش یه عکس از اینجا هم که شروع میشه دیگه میبینید اینجا یه عکسه ما میخوایم از اینجا که شروع میشه در واقع بک رو حذف کنیم فقط سوژه باشه خب روش کلیک راست میکنم خیلی راحت ادیت این ادوبی فتوشاپ رو میزنم فتوشاپ اجرا میشه و عکس اینجا میاد خیلی راحت خب اینجا ما سلکت رو میزنیم سابجکت هم میزنیم باز هم خیلی راحت این کار رو برامون انجام میده که سوژه رو انتخاب میکنه و روی گزینه ماسک کلیک میکنیم بگراندش خیلی راحت حذف میشه کنترل اس رو میزنید تا ذخیره بشه تو همون عکسی که تو اون پوشه ذخیره کرده بود دیگه به روز گفتم بزنید اینجا ذخیرش کنید خب الان یه عکس به عنوان پی ان ذخیره شد فقط کافی که برم داخل پریمیر و اینجا میبینید بک حذف شد و حالا ما اگه بخوایم نگاه کنیم یه همچین چیزی رو میبینیم خب مثلا یه ذره طولانی ترش کنم یه همچین چیزی رو میبینیم حالا من میخوام اینجا با یه جلوه ای این عکس بیاد و تصویر بعدی شروع بشه من میرم افکت در واقع ترانسفورم رو از توی منوی افکت سرچ میکنم ترانسفورم اعمال میکنم روی این عکسه و میرم از منوی افکت کنترل میمونم روی کی اولش اینجا تیک پوزیشن رو روشن میکنم و میبرمش مثلا از این ور یا این ور از این ور مثلا بیاد و میرم جلوتر اینو میزنم که برگرده حالا تا جایی که بود خوریستو ریستو میزنم که جایی که بود این کی فریم رو به تا این کی از اول کیفرم دوم بزرگ میکنم که راحتر ببینید کی فریم دوم کلیک راست میکنم اینجا میزنم روی ایز این کیفرم اول کلیک راست ایز اوت اگه نگاه کنید منحنی شده نرم کردیم کی فریم دیگه ما با بارها و بارها تو آموزش های مختلف با هم دیگه یکی رو نرم کردیم و میدونید که دقیقا برای چیه این کار پس حالا اگه نگاه کنید اینجوری اومد و اعمال حالا من میخوام وقتی داری میاد همجوری صاف نیاد یه ذره حالت سرعت داشته باشه محو بشه کافی که فقط تی یعنی گزینه شات رو افسایش بدیم میبینید افسایش بدیم به صورت خودکار این اتفاق میفته اگه با پوزیشن کار کنید اینجا افسایشش میدم که مثلا در این حد وقتی میاد اینجوری باشه میبینید چقدر قشنگتر میاد اینجوری باشه به همین راحتی حالا این بیس کاره این بیس کاره که خیلی ساده است میتونید حالا مثلا تصویر دوم هم داره شروع میشه یه ای بهش بدید یا مثلا اینجا کلیک راست کنید اینجا اینو مثلا یه همچین حالتی بذارید که نرمی اتفاق بیفته یا خیلی کارهای دیگه مثلا میتونید این اکثر رو بهش افکت تین تو بدید که سیاسفید باشه این عکس خب این اکسس سیاسفید باشه و بعد که میاد رنگی بشه کالای مختلف میتونید بکنید یا میتونید به همین سیاسفید هم برید از قسمت تینتش رنگش رو مثلا عوض کنید مثلا اینجوری کنید میبینید قرمز شد خب اینا دیگه سریقه ایه ولی بیس کار اینه که جاهای مختلفم میشه استفاده کرد فقط رفتی به حالا سوژه و کارکتر انسانی نداره امیدوارم که از این آموزش استفاده کنید و کلی آموزش داخل کانال یوتیوب هست که واقعا تک تکشون رو باید ببینید و یاد بگیرید حتما کانال رو سابسکرایب کنید از اون پایین وارد کانال بشید سابسکرایب رو بزنید این ویدیو رو لایک کنید یه کامنت برم بذارید و همین خیلی دوستتون دارم امیدوارم سال پر از اتفاقای خوب رو رقم بزنید برای خودتون باید مراقب خودتون باشید تا یه ویدیو دیگه و یه آموزش دیگه شما رو به خدای میسپارم خداحافظ